جمعه گردی های دکتر اسماعیل نوریالا. تحقق دموکراسی دینی و جشن اصلاح طلبان. سلام، سلامی چوبوی خوش آشنایی. سلام به همه شما علاقمندان جمعه گردی های دکتر اسماعیل نوریالا. جمعه گردی 21 جون 2013 رو تحت عنوان تحقق دموکراسی دینی و جشن اصلاح طلبان با هم دنبال میکنیم. باز هم تشکر میکنم از همه مهر و محبت شما نازنینان و توجهتون به این برنامه. دکتر اسماعیل نوریالا این هفته مینویسد که در ایران انتخاباتی برگزار شد. در جریان آن از عده‌ای که برخیشان چهره‌های مهم سیاسی حکومت بودند سلب صلاحیت شد. 8 نفری از قربال شورای نگهبان گذشتند. 2 نفری اعلام انصراف کردند و از میان 6 نفری که باقی ماندند نام حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، همان فریدون سابق، به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران اعلام شد. شماری از جوانان ایران به خیابانها ریختند و شادی ها کردند که احمدی نژاد رفت و روحانی آمد. عده این واقعه را مشت محکم مردم بر دهان رهبر دانستند. عده ای خود را مشغول پس گرفتن قسطی رأی 4 سال پیش خود دیدند. هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شده آن را دموکراتیک ترین انتخابات خواند. اصلاح طلبان مدعی آن شدند که به مدینه فاضله خود رسیدن. رهبر و سپاه هم این انتخابات را نماد و نمونه از محصولات دموکراسی دینی خواندند و به خود و ملت ایران تبریک گفتند. طرفداران شرکت در انتخابات به هر قیمت که شده نیز شادی خود را از اینکه ملت ندای تحریمیان را نادیده گرفتن پنهان نکرده و به تحریمیان خاطر نشان کردند که از راه همین رخنه‌های انتخاباتی است که ملت اراده خود نشان می‌دهد و تحمیل می‌کند. بدینسان در ایران انتخاباتی انجام شد که گویا بازنده‌ای نداشت. اما این انتخابات برای ما سکولار دموکرات های انحلال طلب نیز دستاورد های کمی نداشت و من میخواهم دور از هیاهوی بحث پیرامون مهندسی انتخابات و آزاد بودن آن و یا درست بودن و یا نبودن شمارش آرا و غیره بر همین دستاورد اخیر اشاره کنم. 3.5 سال پیش طی گفتاری که در تورنتوی کانادا داشتم به این نکته اشاره کردم که بین ما سکولار دموکرات های انحلال طلب و حکومت اسلامی میدان نبردی وسیع قرار دارد. آن سوی میدان لشکر جرار و خونخوار رژیم جمهوری اسلامی است با تعداد کم و قدرت تهاجمی و آتش زیاد، و این سوی میدان ماییم، بسیار گسترده تر از آنچه خود فکر می کنیم، اما متفرق و پراکنده و بی مرکز، و به همین دلیل اگر در ایرانیم محکوم به سکوتیم، یا اگر سخنی می گوییم به داغ و درفش مبتلا می شویم، و اگر در خارج از ایرانیم رژیم و عواملش در میان من
چنان رخنه کرده و تفرق آفریدن که مهمترین احزاب و گروه های سیاسی من تبدیل به زائده ها و یا همان آپاندیس های اصلاح طلبان حکومتی شدند. اما اینها تمام شرح صحنه نیست. بین ما و آنها یک مانع بزرگ هم قرار دارد که راه رویارویی مستقیم دو طرف مبارزه را سد می کند و آن وجود لشکر بزرگ اصلاح طلبانی است که در پی شکست حکومتشان در سال 1384 و برآمدن قوم ظالمین اوباش احمدی نژادی به خارج از کشور آمدند، جست اپوزیسیون به خود گرفته، در هر سوراخ و سنبه‌ای از رسانه‌های مکتوب و تصویری و شنیداری نفوذ کرده و به نفع حفظ وضع موجود تا اطلاع ثانوی و رسیدن دوباره به قدرت به کشتن صدای سکولار دموکراسی مشغول بودند. آنها بودند که در بوهای دیداری شنیداری کشورهای غربی بیشتر از ما از نبود آزادی و انتخابات آزاد و سیاست‌های غلط و غیره گفته و نوشتند و کوشیدند رویای آقای مهندس میر حسین موسوی را در مورد احیا و اجرا کردن اصول مقفوله قانون اساسی جمهوری اسلامی را زنده نگاه دارند و در این راه به گستراندن نظریه خواست اجرای انتخابات آزاد به وسیله حکومت اسلامی پرداخته و چنان تاختن که سکولار دموکرات های متشتت و گردن شکسته به گرد پایشان هم نرسیده و حتی برخشان با حفظ نام و نشان سکولار دموکراسی یا حتی در جست حداقلی اتحاد برای دموکراسی، البته با امتناع از افزودن صفت سکولار به دموکراسی، به اردوگاه این اصلاح طلبان آمده با پاسپورت رسمی به خارج کشور پیوستند. اصلاح طلبان دور افتاده از قدرت سیاسی ایران را در خطر حمله خارجی و تجزیه داخلی یافته و فریاد برکشیدند که با دور نگاه داشتن اصلاح طلبان از قدرت و محکوم کردن مردم از درایت‌های سیاسی آنان، این هر دو قطعاً محقق خواهد شد. آنها اعلام کردند که سکولار دموکرات‌های انحلال طلب چلبی‌ها و کرزاهایی بیش نیستند که منتظرن تا سوار بر تانک‌های آمریکایی اسرائیلی در تهران به قدرت برسن. اما همانها بیشترین لابی‌ها را در کشورهای غربی برپا کرده و خواستار به رسمیت شناخته شدن خیش همچون آلترناتیو رژیم بودند. فضایی که اصلاح طلبان و آپاندیزهاشان در خارج کشور ایجاد کرده بودند چنان بود که به قدرت رسیدن اصلاح طلبان خاتمی‌چی در تهران معادل واقعی پایان حکومت جبار اسلامی و آغاز حکومت اسلام رحمانی محسوب می‌شد. حکومتی که لبخند زن و گشاد رو و اهل تعامل و تسامح و تساهل است و به کسی زور نمی گوید و چیزی را بر مردمان تحمیل نمی نماید و با گستراندن مفاهیمی همچون دموکراسی دینی و نهادهای مدنی یا همان مدینت و نبیعی آسایش و خوشبختی را به ایرانیان باز می گردانند. این همه را گفتم تا این سخن یار و همراهم شکوه میرزادگی را در مقاله اخیرش تکرار کرده باشم که خوشبختانه در انتخابات اخیر گویا اصلاح طلبان عاقبت به مدینهشان رسیدند و برای به قدرت رساندن حسن روحانی همان فریدون ثابت تا حد قربانی کردن عارفشان هم پیش رفتند و اکنون آنچنان که از این همه مقاله و تفسیر شادمانه جدی نویس و
طنزنگار اصلاح طلبشان برمی آید به آرزوی خود رسیده و واقعیت معجزات موساوار دموکراسی دینی را به اثبات رساندند. و اگر اندکی دقت کنیم می‌بینیم که در اردوگاه سکولار دموکرات‌های انحلال طلب چه نفس راحت کشیدنی ممکن شده است. چرا که اگر کسی حسن روحانی همون فریدون سابق را منتخب مردم می‌شمارد و معتقد است که سپاه رهبر در برابر درایت خاتمی و رفسنجانی کیشماد شد و نتوانستند در نتیجه انتخابات دستکاری کنند، خود به خود باید پذیرفته باشد که این یک انتخابات آزاد بوده است و رأی اعلام شده رأی واقعی مردم است و حسن روحانی همان فریدون سابق هم باید از دل اصلاح طلبی اسلامی بیرون آمده باشد که این چنین وعده می دهد که تورم را خواهد کاست، با دنیا آشتی خواهد کرد، به استادان و فرهیختگان مظلوم احترام خواهد گذاشت، زندانیان را در حد ممکن و مقدور از زندان و حبس بیرون خواهد کشید، از طریق تعامل و گفتگو تحریم‌های اقتصادی را رفع خواهد نمود و آزادی را برخواهد گردان. این گونه است که میتوان همکنون عطر این مژده را از نسیم صبا گرفت که برای مدتی شر اصلاح طلبان و علاقمندان به انتخابات آزاد به دست حکومت اسلامی از سر سکولار دموکرات های انحلال طلب کم شده و چه بسا که برخی از اصلاح طلبان صادق و ساده دل که می اندیشیدن حکومت اسلامی هم آدم بشو است و می توان در راستای اصلاحان کوشید نیز در پی برکشیده شدن یکی از صفاک‌ترین امنیتی های رژیم به مقام ریاست جمهوری از اصلاح طلبی دل برکنده و به اردوگاه انحلال طلبان بپیوندند. ریزش نیروها امر تازه‌ای نیست و در هر تحول سیاسی امکان تحقق آن وجود دارد. با این همه اما در اردوگاه سکولار دموکرات های انحلال طلب هنوز خبر چندانی وجود ندارد. آنها 4 سال را صرف جدل هایی کردند که در خارج از ایران راه حلی ندارد. در این خارج کشور نه انتخابات بین جمهوری و پادشاهی ممکن است و نه تصمیم گیری در مورد چگونگی پیدایش حکومتی نامتمرکز. در نتیجه این گونه اختلافات لاینحل در خارج کشور تنها به صورت عایقی در سر راه اتحاد نیروها برای برآوردن آرزوی ایجاد یک جایگزین انسانی متمدن و حقوق بشری برای حکومت اسلامی عمل کردند و هنوز علائمی از اینکه این اردوگاه قصدی برای استفاده بهینه از آنچه در ایران پیش آمده داشته باشد وجود ندارد. اما انتخاب حسن روحانی همان فریدون سابق و شادمانی بخشی از مردم یک معضل تاریخی را نیز از سر راه سکولار دموکرات ها بر می دارد. به هر حال این یک واقعیت انکارناپذیر است که بخش عمده ای از این نیروهای سکولار دموکرات کنونی در انقلاب مشروعه 57 شرکت داشته و علیه شاه و له خمینی عمل کردند. شادمانی مردم در روزی که شاه رفت یا روزی که امام آمد واقعی اصیل بوده است. این که مردم در رفتن شاه نقل و شیرینی پخش می کردند و در آمدن خمینی خیابانها را از برگ گل می پوشندند واقعیتهای تاریخی هست. و 3 دهه است که این نسل به همین دلیل از فرزندان و نوگانش شکوه و شکایت و نفرین شنیده است و شرمنده از کرده خیش یا با جان کندنی وس ناپذیر به جبران خطایش پرداخته و در این راه مصائب و مرگ فراوان دیده است
و یا سرفکنده به کنجی خانقاهی میکدهی شیرکشخانهی پناهنده شده و در عین حال شماتت دزدان و غارتگران رژیم پیشین را نیز تحمل کرده و کوشیده است فراموش کند که برخاستن در برابر ظلم و استبداد حق هر ملتی است، حتی اگر در پشت‌بند آن از تحقق آرزوها خبری نباشد. در واقع ننگ تندر دادن به خمینی غرور برخاستن در برابر دیکتاتوری را شکسته است. و حال این روزها ما شاهد نمونه کوچکتری از آن شادمانی های سال 57 هستیم. نسلی آمده است تا پیروزی احمدی نژاد رفت و روحانی آمد را جشن بگیرد و من یقین دارم که این جشن گیرندگان نیز به زودی پاسخگو و شرمنده فرزندان و نوگان خود خواهند شد. اما در این میان تفاوتی شگرف نیز در کار است. نسل انقلابی 57 علیه استبداد برخاست، رژیم را شکست و بهار آزادی را فرا خواند بیان که تجربه‌ای در مورد حکومت اسلامی به معنای حکومت آخوندها و اراذل دور و برشان داشته باشد، بیان که فهمیده باشد که زیر عمامه سیاه یک مرجع تقلید و آیت الله عظمایی سر ضحاک خوناشامی قرار دارد که می تواند قتل عام کند و جنگی خانمانسوز را 8 سال تمام ادامه دهد و با خونسردی بگوید که من در پیش از پیروزی انقلاب خدعه کردم که آن وعده های شیرین را از پاریس روانه ایران نمودم. نسل 57 این همه را ندیده و نشنیده بود و پس ساده دلانه در مسیر قاتل خود و فرزندانش به پایکوبی پرداخت. اما من نمی دانم که این جشنگیران کنونی خیابانهای تهران به فرزندان خود چه توضیح خواهند داد در مورد اینکه چرا در پی تجربه 34 سال حکومت اسلامی و مشاهده صورتهای قلمانی و رحمانی و قاسم و جباری آن در سال 92 خورشیدی برای اعلام ریاست جمهوری کسی که در سال 76 رهبری سرکوب دانشگاه را به عهده داشته، همواره جزء مجلس و مجمع تشخیص مصلحت رژیم بوده، خود اعلام کرده که در جریان مذاکرات اتمی مغرب زمینیان را فریب داده و برای بمب‌سازان اسلامی وقت خریده است، به پایکوبی مشغول بودند. و سخنم را بر مبنای انتخابات اخیر با نکته‌ای در مورد انتخابات آزاد که بیش از 2-3 سالی سرهامان را گرم کرده به پایان برم و آرزو کنم که عناصر صادق معتقد به این نظریه شوم نیز از خواب گران برخیزند و دریابند که چرا حداقل نتیجه کارشان آب ریختن به آسیاب دشمن خونخوارشان است، همان آسیابانی که یزدگرد ساسانی را سر برید و از خون ایرانیان سنگ آسیاب خود را چرخاند و هرگز از دشمنی با آنچه که ایرانی است دست بر نداشته است. داستان ساده است. هر انتخابی دو صورت دارد، یا آزاد است و یا مقید. یعنی به قول شیخ ما، انتخاب آزاد وقتی است که در آزادی انجام گیرد و انتخاب مقید آن است که انتخاب کننده و انتخاب شونده ناگزیر باشند از قیود و فیلترهایی رد شوند که جملگی سلب کننده آزادی آنهایند. در این میان شق سومی وجود ندارد و تئوریسین های تبدیل انتخابات مقید به انتخابات آزاد نیز خود بهتر از بقیه می دانند که شرط رسیدن به انتخابات آزاد برداشتن و رفع قیودی است که بر دست و پای انتخاب کننده و انتخاب شونده بسته شدند. و در این حال مجری انتخاباتی که تنها به مدد آن قیود در کار خود مشروعیت دارد نیز می داند که بی آن قیود اولین قربانی خود اوست.
حرفی تکراری است که بگوییم قانون اساسی حکومت اسلامی به هزار و یک دلیل از جمله پایبندیش به شریعت فرقه دوازده امامی و داشتن مذهب رسمی و قائل شدن به حق استثنایی جماعت آخوند یا همان خبرگان و داشتن ولی فقیه به هیچ روی نمیتواند زمینه‌ای برای انجام انتخاباتی آزاد باشد، چه رسد به اینکه مجری انتخابات حتی همان قانون مقیدساز را هم به درستی عملی نکند، آنچنان که صدای میر حسینی درآید که انتخابات این حکومت با همان قانون اساسی نمیخواند و قیودش بسا بیشتر از قیود مندرج و مستتر در آن سند است. مثلا دیده ایم که اصلاح طلبان همواره از دست نظارت استصوابی یا همان ثواب بینی و صلاح سنجی شورای نگهبان نالیدن و در این نالش دائم به این عقیده رسیدن که اگر نظارت استصوابی برداشته شود و شورای نگهبان نتواند هر کس را که خواست رد صلاحیت کند، در آن صورت کشور به انتخابات آزاد خواهد رسید. معنای این نظریه جعلی آن است که اگر نظارت‌های افسوده شده بر قیود درونی قانون اساسی برداشته شود، انتخابات آزاد در معنای مورد نظر اصلاح طلبان متحقق خواهد شد و آنها خواهند توانست به قدرت برگردند و حکومت اسلامی را چنان اداره کنند که مویی از دماغ کسی جاری نشود. و معنای دموکراسی دینی هم که میگویند همین انتخابات مقید به قانون اساسی اسلامی است که از همه جایش بوی گند استبداد و تبعیض همه جانبه برمیخیزد. میخواهم بگویم که دشمنان سکولار دموکراسی بهتر از خود آنها در بکار بردن کلمات و عبارات خیش آگاه و دقیقند. وقتی خامنه‌ای میگوید حضور خیره کننده ایرانیان در انتخابات نشان دهنده رشد فزاینده سیاسی و پای فشردن بر مردم سالاری دینی است، دقیقاً مشغول یادآوری این نکته است که شرکت کنندگان در انتخابات و جشن گیرندگان پیروزی حسن روحانی در واقع همه قیود اختراعی حکومت اسلامی و فرو افکنده شده بر آزادی هاشان را پذیرفته و در داخل آن است که به دموکراسی رسیدند و این دموکراسی یا به تعبیر او این مردم سالاری از آنجا با دموکراسی آرمانی فاسقان و فاجران و مفسدان غرب زده تفاوت دارد که به صفت شکوهمند دینی مقید است. و بالاخره در یک فرمولبندی نهایی میتوان گفت که دموکراسی دینی صورتی از انتخابهای مقید است و در نتیجه به هیچ روی آزادی را بر نمیتابد، حتی اگر این آزادی در مصوبه بین المجالس پاریس در مورد انتخابات آزاد و منصفانه تعریف شده و حکومت اسلامی هم امضای خود را پایان سند گذاشته باشد. خانم ها، آقایان، انتخابات آزاد در حکومت اسلامی یعنی حد اکثر استقرار مردم سالاری دینی که از طریق آن باز هم حد اکثر میتوان شعبده بازی همچون حسن روحانی همان فریدون سابق را بیرون کشید و به تخت نشستنش را در خیابانهای اسلام زده به شادمانیهای عمیقاً غمناک نشست. ممنون از همه شما و سپاس از آقای دکتر اسماعیل نوریالا به خاطر روشنگری های هفتگی خودش در جمعه گردی های این هفته. متشکرم از شما.